قسمت ویندوز اپلیکیشن رو باز میکنی. این جلسه قبل انجام دادیم یه کانکشن درست کردیم، مهمترین قسمتش این بود که پابلیکش کردیم، چون قرار بود از این کانکشن کجا باز بشه. کانکشن تو اف اسپرش می‌خواستم این کانکشن باز بشه، آوردم یک آبجکتی از این کلاس اف دیتا میجاد کردم به نام چی؟ اف دیتا. پابلیکش کردم چون میخوام از این آبجکت در کلاس‌های دیگه‌م چیکار کنم؟ استفاده کنم. استاتیکش چرا کردم؟ چون نمیخوام نیو کنم مجدد ازش، چون دوباره نیو کنم دوباره کانکشن میزنه. من میخوام یه کانکشن ایجاد بشه تو کور اپلیکیشن. خب اومدیم کانکشن استرینگش رو اینجا تنظیم کردیم. اینجا کانکشن چیکار کردیم؟ جلسه گرم اوپنش کردیم، یادم افتاد تو قرار رو بیای اینو ارائه بدی. خوندی؟ متوجه شدی کور چه تفاوتی داشت؟ تفاوتش اینه که اگه خطاهایی که مثلا خودمون ترتیب کردیم اونا رو مثلا تشخیص بدیم از شروع استفاده کنیم. خب مثلا خطایی که مربوط مثلا به سیستم دیگه نه، مثلا تقسیم دو عدد به هم اگر عدد دوم مثلا صفر باشه خود سیستم تعریف شده. تعریف شد. خودش نیاز به سیستم نیست. ولی مثلا ما میخواییم مثلا یه اکسپشنی رو که در سیستم نیست، یه اکسپشنی که خودت اکسپشن منطقیه، مثلا بالایی که دستان رو مثلا سطح نمون، مثلا بهش میگیم که تابلو درست میکنی اگه زیر 18 سال بود بس ما در این کاری که داریم انجام میدیم مثلا لازم نیست، چون ما فعلا با خطاهای سیستمی سر و کار داریم. خب همین گفتم شما در مینویسید اینو پاک میکنید، این اکسپشن هم پاک میکنید، لازم ندارید، چون ما با خطاهای فعلا خود سی شارپ سر و کله داریم میزنیم. حالا شما اینقدر حرفه‌ای نشدید که خطاهای رو خودتون یک اکسپشنی رو تولید کنید و اون اکسپشن رو هندل کنید. من اولش رو نمیذاشتم و میگن چی هستش؟ خیلی ساده هستش. خب سیوش میکنم میگیم قسمت یک کاغذ رو بیا یه مثبت به تو بدم، درسته؟ کانکشن ایجاد شده. الان میخوام تو صفحه افراگینم نگاه کنید، اول آتانتیکیشن کنم، یوزرنیم و پسورد رو بدم به من چی رو برگردونه؟ یوزر آیدی کار برای. اگر بود یوزر آیدی رو برمیگرد، نه با چی برمیگردونه؟ صفر باید برگردونه، درسته؟ خواهش میکنم اینایی رو که دارم اینطوری مینویسم دقیقا به فرمی که من مینویسم بنویسید، چون وگرنه باسه اینها اسکیو اینجکشن نوشته میشه. اینا رو میشه به هر شکلی غیر از اینم نوشت، اما من به فرمتی که دقیقا در خود سایت مایکروسافت نوشته شده دارم این تیکه هاشو مینویسم. دقیقا این بنویسید، ما کاری نیستیم، ما داریم خودمون رو پشت امنیت مایکروسافت قایم میکنیم. اگر مایکروسافت اشتباه کرده بذار اشتباه کنه. ما دقیقا با ببینید، یا باید یادتون باشه هی میگم تو کلاس، یا باید دیمی برنامه بنویسید تردم بگی هر توی خودتون دقیق خواست، یا باید با یه استاندارد خاصی بنویسید. استاندارد ما مایکروسافت، هر چی مایکروسافت گفته اون درسته. خب ببینید شما میایید تو یوزر ای پی پی تون باید چی رو از کار برمیگیرید؟ ما یه یوزر نیمی رو از کار برمیگیریم و چی رو از کار برمیگیریم؟ یه پسوردی رو. خب مثلا یوزر نیم رو میدم ادمین، پسورد رو میدم 123. چی رو برام برمیگردونه؟ من همش لازمم نیست، من یک فیلد اطلاعات لازممه. دقت کن فقط یه فیلد اطلاعات لازممه. چی رو برام برمیگردونه؟ یوزر آیدی رو. اگر اشتباه بدم چی رو بهم برمیگردونه؟ مثلا بدم ادمین 321 نار برام برمیگردونه، بس شدی؟ اگر درست دادم یوزر آیدیشو به من میده، اشتباه دادم برام چی برمیگردونه؟ نار برمیگردونه. خب اینو میام استوپ پروسیزرش میکنم، کنترل سی میکنم میام تو نیو استارت پروسیجر هم بزرگش میکنم. اینم بزرگش میکنم، اینم بزرگ پاک میکنم. نه زیادی، نه بسه ما ایرانیه ننوشتیم، نه درد من. خب تو کدوم نقش باید باشه؟ دی بیو. خب داد، خب اسمشو چی بذاریم؟ شما بگید. این
این کارش اینه که اتنتیکیشن برامون انجام بده یا لاگین برامون انجام بده. هر چی دلتون بخواد من بگید بنویسید. اگه با من باشه که من اسمشو میذارم لاگین ای پی پی. این استو پروسیجر چیه منه؟ لاگین ای پی پی من. دو تاش هم از نوع چی بودن؟ انورتر 50 اینم انورتر 5. اوکی؟ خب اینجا متغیرها رو تعریف کردیم، اینجا سلکتمون رو نوشتیم، اینو رانش میکنیم. میگه یک لحظه صبر کنید. آره باشه، این زیر از باید تعریف بشه. من بین از رو بگیم. خب به زیرش میکنم. یک داستان دیگه داره سکنم. یوزرنیم ادسان ایوه خب دوش یه بار دیگه هم اجراش میکنم. نه همونجا درست بود ساش، فکر کردم اشتباه تعریف کرده. یه بار ریفرشش میکنم، اینا لوگین ای پی پی اگزسکیوت استو پروسیجرش میکنم. ادمین پسورد میزنم چی؟ 1 2 3. اوکی نه جلسه که خوندیم دیگه استو پروسیجر. یه یوزر آیدی برای اون برگردون بعد از یک. اگه اشتباه بنویسم مثلا 3 2 1 هیچی برای اون بر نمیگرد. خب الان میخوام از این استفاده کنم. شما وقتی میخواید از این استفاده کنید میایید تو برنامه تو یه اسکیل نگاه کنید، تو قسمت دیتا یه اسکیل کامندی دارید، اینو برمیدارید میندازید تو برنامه تو دنیز یوزر ایبا بودم تو اینجا تو افلاگینه اینجا اینجا یه اسکیل کامندی تعریف میکنه میاد میفته. خب دقت کنید باز اونایی که میخوان با من پروژه کار کنن اسمشو دقیقاً عین همون اسم استو پروسیجر میذاره که بدونیم کی به کیه. اینجا اسمش چی بود؟ لاگین اف دو میاد اینجا مینویسید اف 4 اسمشو میذارید چی؟ این مای کامند نیست. مخفف کامند چی میشه؟ سی ام دی. خب میخواد به کدوم کامند تای تکستش میخواد به کجا وصل بشه؟ به استو پروسیجر لاگین. نمیخوام به صورت تکست بنویسم، میخوام به استو پروسیجر وصل بشه. اینجا شو چیکار کردم؟ ببینید گفتم این سی ام دی لاگین من به استو پروسیجر چی وصل میشه؟ لاگین. میگه پارامتراشو بهم بده. میگه پارامتراشو تعریف میکنه. میگه من دو تا پارامتر دارم. یه پارامترم یوزرنیم از نوع انورتر 50، یه پارامترم پسورد، این هم از این انورتر 5. پارامترامو تعریف کردم میبینید؟ این هم پارامتر. خب ببینید شما در حقیقت دارید این کار انجام میدید. بذار پینتو بکشم ببینید. این دیتابیس ما بود، اینجا یه دیتایی رو داشتیم، این قسمت استو پروسیجر همون بود، این هم اپلیکیشن همون بود، بس این قسمت اسپی همون بود، این دیتا همون بود، این اپلیکیشن همون بود. خب ما یه کانکشن یعنی یه تونلی رو به این شکل بین این و این دیتابیس رو ایجاد کردیم، این همین کانکشن همون بود. خب الان لازمه یه کامندی بیاد، میاییم این کامند رو نگاه کنید، این کامنده میاد با استفاده از این کانکشنه وست میشه. اینجا یه استو پروسیجری داشتیم اسمش چی بود؟ لاگین ای پی پی بود. این کامنده من از طریق این کانکشن باید وست بشه به کجا؟ به این لاگین ای پی پی. خب میخوام همین رو بسار کد انجام بدم. میام تو قسمت ورود نگاه کنید اینجا میگم که
اسم کامندم چی بود؟ cmd login. میگم کانکشنش به کجا وصل بشه؟ میگم تو fsplash که ساخته بودم به fdata، جلسه قبل ساخته بودیم ها، به کانکشن. میگم این کامند من بیا با استفاده این کانکشن وصل بشه به کجا؟ به sql. به sql به چی وصل بشه؟ ببینید این کامند من روزوی باتیس به همش پاک کنم که ببین این کامند من که اینجاست، هدفمون وصل بشه به کجا؟ وصل چی به این؟ من این کامندم میخواد وصل بشه به کجا؟ به این استو پروسیجر. توی این استو پروسیجر پارامترام بود که توی کامندم چیکار کردم پارامترا رو. توی این قسمت تعریفش کردم. اول باید پشتی بدم، مقدار بدم. یه نکته یادتون نره، این تعداد کاراکترش ماکسیمومش باید چند تا باشه؟ ماکسیموم لکس لینکس نگاه اینه 50 تا باید باشه. چرا؟ چون تعداد نام کاراکترمون رو چند تا گذاشته بودیم؟ 50 تا. این دوتا 50 تا باشه. بعد پسورد کاراکترمون هم باید چی باشه؟ استار باشه. می چرا؟ وقتی می نویسم علامت ستاره نشون بده. خب میرم تو ورود، کانکشن هم رو درست کردم. بعد میگم به cmd login dot پارامترام، پارامتر اولم چی بود؟ اسمش چی بود پارامتر اولم؟ username بود، درسته؟ f7 این میشه چی؟ username dot value مساوی چی باشه؟ میگم از text username dot تکستش بخون. پارامترشو دارم بهش میدم. میگم پارامتر بعدیمون چی باشه؟ میگم توی این cmd راگینی که دارم پارامتر بعدی من، نم از اینجا میارم، دوتاش هم میشه، هم از اونجا میتونید بیارید هم از اینجا، هیچ فرقی نمیکنه. اتسام پسورد باشه، این هم چی باشه؟ تکستی پسورد دات تکست. خب ببینید یه دونه من کامندی درست کردم با استفاده از کانکشنی که جلسه قبل ساخته بودم، وصلش کردم به اسکیو. بعد اینجا تو این کامندم اسمشو گذاشتم cmd login، گفتم بست و پروسیسی باش بشه login app. پارامتراشو اینجا دکلیر کردم، تعریف کردم، اینجا دارم ازش چیه بهش پارامتر پاس میکنم. خب پارامتر رو پاس کردم، تا برای چه اتفاقی بیفته؟ این اجرا بشه، یعنی بره رو دیتابیس بست و پروسیسی اجرا کنه، نتیجه رو برای من چیکار کنه؟ برگرده. خب میگم cmd login app dot execute اسکالر میبینی بچه ها؟ چون یه مقداری رو میخوام از دیتابیس بگیره، execute اسکالرش میکنم، فقط یه مقدار میخوام بگیره، بخواد همینه. دقت کنید جلسه بعد یه تایپ دیگه شو میکنیم که هیچ مقداری نمیخوایم بگیریم، نان کوئری رو اجرا میکنیم. یا اون یکی جلسه میخوایم با دیتا ادپتر اطلاعاتو بکشیم، میبینید که یه شکل دیگه فراخوانیش کردم. چون اینجا فقط یک مقدار رو میخوام بگیرم، نوعش چی فراخوانی کردم؟ اسکر. خب دوباره اونایی که با من پروژه کار میکنه چی رو داره با من برمیگردونه؟ یوزر آیدی رو دیگه. اینا اینجا میای، چون تایپی که از دیتابیس داره برمیگردن از اون آبجکته، می نویسید آبجکت یوزر آی دی مساوی. خب برای که تو کدم متوجه بشیم این یوزر آی دی آبجکته، اولش یه او بی جی رو خواهش میکنم بنویسید. ببین این خیلی چیزا رو ما میگه، میگه این او بی جی یوزر، یعنی آبجکتی از نوع چی؟ یوزر آی دی. خب من اول اینو اجرا کنم ببینید چه اتفاقی میفته. رفت به دیتابیس وصل شد، میام اینجا می نویسم ادمین، اینجا می نویسم ادمین، اشتباه نوشتم ادمین. پسورد چنده؟ 1 2 3. چی رو می زنم؟ ورودو. ورودو که زدم میاد وای می سینج. F10 می زنم، کانکشن زده شد. ببینید یوزرنیم مساوی چی شد؟ ادمین. پسورد مساوی چی شد؟ 1 2 3. چرا؟ چون مگه این اسمشو نگذاشته بودیم جلسه قبل، txt user، این اسمشو گذاشته بودیم txt password.
تکستاشو گرفت آورد اینجا نشوندش، درسته؟ خب الان اجراش میکنه، رفت تو دیتابیس اجراش کرد، نتیجه چی آورد برام؟ یکو ندیگه نگاه کن object user ID چند شد؟ یک شد. خب گفتم همه اینجور کارا رو با دیتابیس باید بذارید وسط یه دونه try catch. گفتم اینم لازممون نیست، این اینا رو برمیدارید کاتش میکنید داخل یه try catchی، درسته؟ خب انا بود به چه درد من میخوری؟ من میخوام از روش تصمیم بگیرم. دقت کنید این یک آبجکته، نمیتونم روش کار کنم، یعنی تایپ نداره. این آبجکت رو من باید به یه تایپی تبدیل کنم که بتونم باهاش کار کنم. چون یوزر آیدی تایپش چی بود؟ اینتیجر بود دیگه، اینت بود. تو برنامه نگاه کنید تایپش چی بود؟ اینت بود. بس میام یه اینتی تعریف میکنم به نام اینیت یوزر آیدی یا تنها خود یوزر آیدی، دوتاش هم درسته، هر کدوم درست خاطر رو خواست اینطوری کار. میگم convert کن dot to int CO2 چی گو؟ این object user ID من. الان از دیتابیس user ID اون یکی که بهتون نشوندن نمیتونستید باش کار کنید، اون یک عدد نبود، object بود، باید کستش میکردید توی چی؟ convertش میکردید توی عددی. من کستش کردم توی این عدد با کدوم تابع؟ با convert. بعد الان روش تصمیم میگیرم، مینویسم if، دیگه اینجا شروع هرده. اگر یوزر آیدی صفر باشه یعنی چی؟ یوزر آیدی صفر باشه یعنی چی؟ یعنی عدم اشتباه وارد کرد، یعنی درست وارد میگیم if یوزر آیدی اگر مساوی صفر بود. خب خواهش میکنم دوباره ننویسید، ما جلسه قبل این قسمت رو نوشتیم. ببین هر چیزی رو نوشتید دوباره نکاری نکنید، سعی کنید از سورس استفاده کنید. if have اینجا نوستیمش، مسیج باکس رو بردارید کپی بیارید تو قسمت افراگی. اینجا میگید اگر یوزر، اینجا چی می‌نویسید؟ خطای ورود، می‌نویسید نام کاربری یا رمز ورود چیه؟ می‌نویسید نام کاربری یا رمز عبور اشتباه می باشد. خب بعد اینو داد دیگه من نمیخوام ادامه پیدا کنه، باید چی بشه؟ ریترن بشه دیگه، نمیخوام پایین بره، میخوام از برنامه بیاد با این تابعی که این تابع بیاد بیرون. ریترن رو خوندید دیگه، تو سی خوندید همه تو ریترن، به هر جایی به ریترن رسید میاد کجا؟ درست آخری، درسته؟ خب اگر اشتباه نبود درست بود چه اتفاقی باید بیفته؟ باید فرم مین برامون باز بشه، وگرنه فرم مین برامون باز نمیشه. نگاه کنید برنامه رو اجرا کنم میبینید، الان می‌نویسم ادمین 321، پس فرد اشتباه دیگه، میزنم ورود میگه نام کاربر یه رمز بود اشتباه است، فرم مینو نمیاره. ببین خب همینطور تا شب بنویسی الان امتحان کنه پیدا میکنه دیگه، اجازه بدیم همینطور تست کنه یا سه بار کرد بندازیمش از برنامه بیرون، درسته؟ نباید بدم تا شب همینطوری بزنه که سه بار اشتباه زد بندازید از برنامه بیرونش. مینویسی چی؟ میاید این قسمت تو خود تابع، تو خود کلاس یه دونه می نویسید اینت نامبر چک، درست بچه ها؟ چک راگین، اولش رو می کنید صفر، میگید هر بار که اشتباه زد قبلش رو مسیج بذارید، هر بار که اشتباه کرد این یه بار چی بشه؟ پلاس پلاس بشه، درسته؟ میگید اگر سومین بار این اشتباه بزنه، دفعه چی؟ سوم که اشتباه زد
ریترن هم اینجا نظری لازم نیست، ذاتن ریترن میشه، منی نمیخواد اصلا. چرا؟ چون ذاتن دیگه بعد این دستوری نداریم، ما دستوری نداشتیم. خب میام اینجا مینویسم، ببینید ریترن رو برمیدارم، میگم این پایین بعد اینکه تموم شد از این قسمت، این ترایکتش اینجاست دیگه. خب مینویسم if اگر نامبر چک ما چک مساوی چند بشه؟ 3 بشه دیگه، ببخشید دیگه، خداحافظ. اپلیکیشن دات خب فقط یه نکته قبل از اینکه از اپلیکیشن در بیاد، یادتون باشه کانکشن رو چیکار کنید؟ ببندیدش. قبل از اینکه از اپلیکیشن در بیاد می نویسید f splash dot f data dot چی؟ close. هر جا که اپلیکیشن exit نوشتیم اینو اضافه کنیم. کجا اپلیکیشن exit نوشتیم؟ یه دفعه کنم اینجا نوشته بودیم، درسته؟ یه دونم توی اف مینمون زیرسی قبل نوشته بودیم، یادتون باشه اینجا همیشه اضافه کنید که یادتونه کانکشن رو ببنده بعد از برنامه ببینید. خب نگاه کنید، اگه من 3 بار نام کاربری و رمز عبور اشتباه بزنم، نگاه کنید ادمین 3 2 1، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، خداحافظ. از برنامه انداختتون 3 بار اشتباه بزنم این از برنامه بیرون. خب اگه درست بزنیم خب همینه، آفرین احسان، سوال خیلی خوبی پرسید. ببینید احسان میگه تو برنامه دیدید اینتر اینتر میزنی میپره پایین، درسته؟ نگاه کن میای تو این قسمت یه نکته بهتون بگم، این کلید رو میبینید، این کلید 3 تا مرحله داره. کی رو نگاه کنید، کی داون، کی پرس، کی آپ. ببینید شما دستتون بهش بخوره میشه کی پرس. این نیاد به این ته که میرسه، یعنی اینجا که رسید بهش میگن چی شد؟ کی داون. اینطوری وقتی که کلید کی بود شما اومد بالا میشه کی آپ. تجدید دستتون به کیبورد ببینید، شما دستتون که به کیبورد میزنید حس میکنه، تا ته که میگه شما فکر میکنید یه ثانیه نگاش میدارید، واسه اون کامپیوتر خیلی اون زمانه چیه میتونه درکش کنه. یعنی شما یه کمی کلیدو پایین نگه داشت، تو گیما دیدید دستتون رو میزنید یه کمی میچرخه، کامل میزنه، کامل میچرخه، دیدید؟ اون که دستتو میزنی یه کوچولو میچرخه میشه چی؟ کی پرس. کامل میزنی پایین میشه چی؟ کیدا. ولش میکنیم میشه که این رو گیمه ها حسب خوب تر درکش میکنن. خود بعضا میبینید کیبورد، کیبورد، کلیداتون ببینید اینو میگن کیبورد، نگاه کنید اینو، نگاه کنید اینو، دستتون بهش بخوره یک کمی میشه کیپرس، فشار بدید تا تر میشه کیدا، ورش کنید میشه کیاب. اینو متوجه شدم. آها چرا گفتم، اگه نگاه کن به نظر شما من اگه بخوام اینتر بزنم به پر پایین تو کدوم متد بنویسم؟ بزن به پایین چند تا افتر باید تو کنم یه مصبت به حساب نه من صدای شما رو شما پیشنهاد تو این سوال نپرسید من یادم میگه نمیگم، بعد این رو در پروژه فهم گفت باید چیزها رو نپرسید من هم نخواهم گفت. خب اینو نگاه کنید کیدا میاد توی کیدا، نگاه کنید اینجا دیگه باز مایکروسافت نمیخواد خودتون رو خسته کنید، می‌نویسید سویچ، درسته؟ بعد می‌نویسید این تابش چیه؟ ای دات کی کد. یعنی کی کدام پایین همشو نوشت. خب همه ایمه کی
آر باتم بک راین شیفت که اینا نمیخوام ها. من خواستم ببینی فقط فقط من دنبال چی هم پاک کنیم تا به اینتر برسیم. اینتر رو دیدی به من بگید. من شما نمیبینی نه اینجاست. من یه اینتر رو میخوام بخشید یه دونم اسکیپ رو ببینید دیدید بگید. یه اسکیپ برگشت ببین همه کی داره نوشته ها ببین دیه نمیدنم بیه سیه همه شو نوشته خواستم ببینید بعض وقت همه شو می نویسید. گیمر ها اینجا رو خوب بردن. همش هست. نه اینجا نه مافس یه دسته که کریکو که دابل کریکه ما رو داریم نه یه دستاش برمیکن. خب نه کنید خلاصه شد این دوتا دستو. من یه بیگی که اینجا هم پاک کردم دستم بود. خب دوتا بیگی میگم اگر اینتر زدی روی تکست یوزرنیم میگم بپر برو توی تکست پسورد. تکست پسورد دات ست فوکوس ست فوکوس ما دلفیه فوکوس نیم بپر بروش. اگر اسکیپ رو زدی چی اتفاق بیفته؟ از کل اپلیکیشن بیا بیرون. اپلیکیشن دات آف اصلا میبینم که خوب داری روش میدی. ایوه از کانکشن هم باید درست میگه اف سپلش دات اف دیتا دات کلوس. خب این از این. خب همینو من چون از اونجا که تنبه تشکیف دارم یه بار می نویسم کنترل سی دوباره میام تو اف لاگین تو رمزو بود اف چهار میگم توی کیدام آفرین دوباره پیست. خب این دفعه میگم کجا برو اسمش چی گذاشته بودم باتنمون اسمش چی بود باتن یک بود دیگه درسته. خب این چه اتفاق میفتن ادمین اینتر میزنم یا پایینی یک دو سه اینتر میزنم یا توی ورود اینتر میزنم آره برنامه میشه درست شده. خب اگه یه نفر من اینجا اسکیپ کنم چه اتفاق میفته از بند رو میاد. خب تا اینجا بس. آسونه بگذاشت.